سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من مرتضی قائدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستم. اگر در یوتیوب این ویدیو رو مشاهده میکنید، این لینک کانال من هست و با جستجوی اسم من در یوتیوب به راحتی میتونید کانال من رو پیدا بکنید. با من همراه باشید و از این آموزش استفاده کنید. این مشقی که مشاهده میکنید قبلا هم قسمت‌های تصحیح شده. مشق هنرجوی عزیز ما هست از افغانستان که در خدمتشون هستیم. یکی از چیزهایی که توی خوشنویسی باید رعایت بشه خط زمینه هست. ببینید این کلمات الان معلق در هوا هست، خط زمینه جای دیگه هست، کلمات جای دیگه قرار گرفتن. کلمات رو بسیار خوب نوشته، چون ویدیوهایی که برای ایشون میفرستیم با توجه به اینکه هنرجوی خارج از کشور هستن و سطح آموزش ها بایستی متفاوت باشه، ویدیوهای جداگانه براشون تهیه میکنیم. این کلمه بحث رو دقت کنید، با این ه نوشتن. دیگه ما نمیتونیم به اینجوری بهش بحث کنیم بعد اینو اینجور بنویسیم. اینا شکل نوشتاریش باید تغییر کنه. کلمه بررسی یه دندانه اضافه داره. این دندانه اول، دوم، تا اینجا خوب اومدید. از اینجا باید یه می نوشتید. شما الان نوشتید بر ر شبی مثلا، اینجوری شد. این درباره هر لحظه خط زمینش تفاوت پیدا کرده و باید به این شکل بنویسید. دقیقا روی خط زمینه. کتب هم با این کافه گرد میشه نوشت، ولی به این شکل میشه. یک کمی بعد از ته باید فاصله بگیرید، بشکنه، بعد به بهش وصل بشه. به این شکل میتونید کلمه کتب رو بنویسید و از این ساده تر با کاف الفی هست که راحت تره به این صورت. خب، کلمه اشعار که خوب هم نوشتید، فقط باید جمع و جورتر و کوچیکتر بنویسید. خط زمینه هم مدام متذکر میشم که دقت کنید که روی خط زمینه بنویسید. می به این شکل ما نداریم، به این صورت مینویسیم. سر میم به هوا باشه، به زمین نباشه. پرداختند باید به این شکل بنویسید. این بره بالا، اینو بهش میگیم دندانه شاخص. اینجا به بعد مثل کلمه چینت، خب اینم خط زمینه ما. پرداختند، دقت کنید که اینجوری نشه. این باید می اومد به این شکل وصل می شد. خب، کلمه پایان رو به این خوبی نوشتید، ولی خط زمینش رو رعایت نکردید. کلمه این نونش به اندازه نون پایان باشه. این الان در حد بچه اینه. جمع جورتر بنویسید. جلسات هم جلسات خیلی بزرگی شده این. ببینید اینجا یک کم از خط زمینه بالا، بعد این سا، یا کنید چقدر پهنای خط شما شده، پهنای این کلمه خیلی جمع وجود داره. خب، یکی از روش های آموزشی ما اینه که مشق هنرجو رو تصحیح میکنیم. یه بخش از آموزش هم اینه که ما هر جلسه محتوای آموزشی جداگانه به هنرجویان عزیز ارسال میکنیم، از روی اون تمرین میکنن، میفرستن و ما در یک ویدیویی براشون اشکالاتشون رو متذکر میشیم، مثل همین ویدیویی که الان شما دارید مشاهده میکنید. کلمه خانی نونش اینجوری نوشتید، رفتید اومدید به این سمت. ببینید باید نه رو اینجوری بنویسید، سر نه به این سمت. اما اگر خواستیم با یای برعکس بنویسیم اینجوری میشه. پس این عموده، این کجه، حواستون باشه. کلمه موسیقی بعد از قاف باید به این صورت مینوشتید. خب، این میپرداختند و گفتم، شعار هم گفتم. این بسیار به صورت کشیده بنویسیم اینجوری میشه، نکشیده اینجوری. اینا خط زمینش رو رعایت کنید. اما کلمه شیرین،
یعنیش خوبه، این قدش بزرگه، این دیگه نیاز نیست. ببینید جمع و جور بنویسید، کلماتتون زیبا هست، فقط بزرگ مینویسید. این شین، ببینید کلمات رو جمع و جور بنویسید، خیلی خطتون زیباتر میشه. پرمعنا، میمش به این صورت مثلثی شکله. حرکت دست من رو نگاه کنید، میریم بالا میایم پایین، کوچیک که مینویسید این مثلث دیگه خودش پر میشه. اینم پر نشد یه لحظه اشاره میکنیم پر میشه. کلمه پرمعنا. استفاده هم دندانه ها اینجوری نیست، اینجوریه، روی دندانه ها به این سمت. می هم اینجوری ما نداریم، برعکسشه، ولی تو پر به این صورت. خب عزیزان، اگر دوست دارید که در کلاس های آموزشی ما شرکت کنید، حتما انتهای این ویدیو رو با دقت مطالعه کنید. ویدیوهای فراوانی جهت نمونه آموزش در یوتیوب گذاشتم. البته در یوتیوب غیر از خوشنویسی چیزهای دیگه ای هم هست. کانال ما رو دنبال کنید و از اون مطالبی که با شما عزیزان به اشتراک گذاشتیم بهره مند بشید. لینک ویدیوها رو به دوستانتون ارسال کنید که اونها هم مشاهده کنند.